درست کردن باقالی پلو با مایچه خیلی آسان‌تر از اون چیزیه که فکر میکنید. فقط چند تا ترفند کوچیک داره که امروز بهتون میگم. اولین کار آسیاب کردن زعفرونتونه. یک قاشق چای خوری از زعفرونتون بریزید توی هاون تا جایی که میتونید آسیابش کنید. این شکلی خیلی عالیه برای اینکه رنگ بهتری بهمون بده و طعمش رو عوض نکنه. من همیشه از یخ استفاده میکنم. بریزیدش داخل یخ و چند دقیقه بهش زمان بدید. تو این فاصله مایچه ها رو توی یه ظرف میچینم. 4 تا دونه مایچه دارم. بعد به زعفرون و یخم خیلی کم آب جوش اضافه میکنم تا بهش شوک داده باشم. اینجوری رنگ و طعم زعفرونتون آزاد میشه. قدم بعدیمون مزه‌دار کردن ماهیچه هامون با زعفرونه. حسابی باید ماساژش بدید. وقتی که مزه‌دار شد از نیم ساعت تا 2 ساعت میتونید بذاریدش داخل یخچال. این عالیه. بره توی یخچال. فعلا باش کاری نداریم. تو این فاصله میام 3 تا دونه پیازی که دارم، خلالی خیلی نازک نه، یه کوچولو باید درشت باشه، خوردش میکنم. این از پیازمون. فعلا با اینم کاری نداریم. یه بوته سیر دارم. حالا که فصل سیر تازه است از سیر تازه استفاده میکنم. فقط کافیه پوست بیرونیش رو بکنید. همینطور که دیدید من سیر و پیازم پوست گرفتم. مایچه منم دیگه آماده است. نگاه به رنگش کنید. حالا پیازامو میریزم کف مایتابه. حالا نوبت اضافه کردن سیره. فکر میکنم 7 تا 8 حبه سیر شد. بعد چوب دارچینو بهش اضافه میکنم و 2 تا دونه هل. این یکی از همون ترفنداست. یعنی اضافه کردن هل. حالا فلفل قرمز رو اضافه میکنم بهش و فلفل سیاه و رنده پوست لیمو. باور کنید معجزه میکنه توی ماهیچه‌تون. دیگه نوبت ماهیچه هامونه. بچینیدش روی پیاز و سیر و ادویه هاتون. همینطور که میبینید خیلی خوبه. 2 قاشق غذاخوری روغن بهش بزنید. حرارت رو روی کم بذارید به مدت 2 ساعت. بعد از 2 ساعت میام چیکار میکنم؟ ماهیچه هام رو پشت و رو میکنم تا موادم به خورد ماهیچه بره. زردچوبه رو بهش اضافه میکنم. نمک به اندازه‌ای که دوست دارید. و حالا نوبت اضافه کردن زعفرون دومه که فوق‌العاده خوشمزه میکنه مایچه رو. مقدارش هم 3 قاشق چای خوریه. دوباره در ظرفمو میذارم. پخت مایچه تقریبا 5 ساعت زمان میبره. گوشت رو ببینید. فوق‌العاده است. بذاریدش کنار تا بریم سراغ باقالی پلومون. این برنج ایرانیه. از قبل 3 ساعت خیسش کردم. حالا میذارمش که بپزه به همراه زردچوبه، نمک و شیوید خشک. این آسون ترین روش پخت باقالی پلوه. خیلی راحته. بعدش هم که آبش داشت خشک می شد این باقالی ها رو 20 دقیقه خیسش کردم. می ریزم داخلش، یه همه کوچیک می زنم و با کره برنجم رو دم می زارم. عالیه. حالا شما فقط این مایچه ها رو ببینید. رنگش با آدم صحبت می کنه. اینم از باقالی پلومون. نتیجه عالی داره. چند تا نکته میمونه. اینکه برنج و باقالی رو حتما از قبل خیس کنید، ماهیچه‌تون رو خشک کنید و بعد مزه دار کنید. این خیلی تاثیرگذاره روی مزه ماهیچه‌تون. آها، اینم یادم رفت بهتون بگم. میتونید مقداری از برنجتون رو بردارید، بهش زعفرون بزنید و یه باقالی پلوی زعفرونی خیلی خوشمزه داشته باشید. ولی من چون زعفرون زیاد اضافه کرده بودم این کارو نکردم. یادتون باشه با لایک و کامنتاتون میتونید از من حمایت کنید، انرژی بگیرم و ویدیوهای بهتری براتون بسازم. امیدوارم که درستش کنید و نهایت لذت رو ببرید.